بریم اینجا ببینیم این چه خبره. 25. آقا توان دو داده، توان دو داده، توان سه خواسته. آیا اتحادی داری مستقیما از توان دو برسه به توان سه؟ نه، سه گزینه نداره. زوم کردیم گزینه چهارش رفته اون بر. حالا میریم سراغش. نه نداریم. خب چیزی نداریم که مستقیما از توان دو و توان سه. یه عده میگن آقا چاق و لاغر. خب بذار چاق و لاغر رو بنویسیم ببینیم چی کم داریم. چاق و لاغر اگر بنویسیم، چون x علاوه 1 x میخواد، بعد جمع بنویسیم. خب در اولی به توان دو ضرب اینا منفی 1 به علاوه دومی به توان دو که جواب بشه x به علاوه 1 x. خب آیا ما همه تجهیزات لازم برای رسیدن به اینو داریم؟ به جواب نه. پرانتز اول رو نداریم. خب پرانتز اول رو نداریم، ولی ناامیدم نمیشیم. آقا بالاخره بعد اینو بسازیم دیگه. میایم میگیم خب اینجا اون یک سوال داده، الان x2 به علاوه 1 x2 داده 7 منهای 1، اینو داریم میشه 8. خب اینو داریم 8. اینم که میخوایم هیچی، الان باید دنبال این بگردیم. یه مرحله رفتیم جلو، دیگه کار سنگین تر نداریم، فقط اینو میخوایم. خب اینو اون با چه اتحادی به هم ربط میشدن؟ بیا جوابا. توان یک و توان دو مربع دیگه. خب میایم مینویسیم، میگیم x به علاوه 1 x به توان 2 میشد x 2 به علاوه 1 x 2 دو برابر اولی در دومی. خب x به علاوه 1 x به توان 2 رو که میخوایم، x 2 به علاوه 1 x 2 داریم 7، 7 به علاوه 2 9. چه چیزی به توان 2 میشه 9؟ بگید اینجا سوتی خیزه ها، این قسمت سوتی خیزه. آهان، چه چیزی به توان دو می شود نه؟ چه چیزی به توان دو می شود نه؟ فقط سه به توان دو می شود نه؟ فقط سه به توان دو می شود نه؟ باش. آها، منفیه. من هر وقت گفتم سوتی خیزه بیشتر دقت کن، یعنی اون جوابی که می خوای بدی و نده، یه ذره صبر کن بعد بده، یه نفس عمیق بکش بعد بده. سه و منفی سه. الان البته یه عدتون میتونید بگید نه ما فلان میگیم و این حرفا. باره الان ما کدومو برداریم؟ حالا سه و منفی سه کدوم درست تره؟ الان باید کدومو برداریم؟ سه. چرا سه؟ آفری. یا آقا سوال گفته ایکس مثبته. بچه ها این خیلی مهمه که روش تاکید کردم، چه چیزی به توان دو میشه فلان، اینو همیشه حواستون باشه. مثبت و منفیشو میگید، اگر سوال شرط نذاشته بود جفتشو قبول میکنیم، اگر سوال شرط گذاشته بود اونی که طبق شرطه. سوال گفته x باید مثبت باشه، اگر x به علاوه 1 x رو بگیریم منفی 3، اون وقت یعنی x همون منفیه. خب پس x به علاوه 1 x میشود 3. خب این هم که میذاریم اینجا، 3 ضرب در 8 میشه 24، که حالا 20 چند حساب کردیم اینجا رو درست حساب کردم، یه جاشو سوتی دادم. کمک بدید بچه ها. اینجا x2 به علاوه 1x2 علامتاش، اینو به علاوه نوشتم. به نظرم سوال ایراد داره، واقعا ما اینجا رو اشتباه ننوشتیم. اولی اینجا باید منها باشه، درسته؟ اولی به توان دومی اینجا هم که میشه. آها نه دیگه سوتی دادم دیگه. چی میگی؟ اینا میشن 7 منها 1 6، 3 6 تا 18 گزینه 3. آره 6 شد. مرسی خیلیاتون گفتید. این همه میگم شما، از شما سوتی بگیرم.
خودم سوتی میدم. خب پس آقا خواست از دو به سه برسونه، ما نمیتونیم، کمکی نیاز داریم. از دو باید به یک برسیم تا بتونیم به سه برسیم. خب که میتونیم با این روش بریم جلو. حاصل عبارت این به ازای فلان کدام است؟ حاصل عبارت این به ازای فلان کدام است؟ خب به نظرتون داره داد میزنه میگه چه اتحادی استفاده کن؟ داد میزنه، داد، فریاد. آن میگه آقا دارم یه منها میبینم یه به علاوه، بعدش این یه منها میده با یه به علاوه، بعدش این یه منها تا ته میره مزدوج. خب هیچ وقت، یه توصیه بهتون بکنم، هیچ وقت این عباراتی که به ازای فلان چیز جواب میخواد زارت نه، یا فلان چیزو بذار اینجا، حالا حالا ها نمیذاری تا این به ساده ترین شکل ممکن در بیاد. خب این در این میشه x2 منهای 1. دوباره این در این مزدوجه میشه x4 منهای 1. دوباره این در این مزدوجه میشه x8 منهای 1. دوباره این در این مزدوجه میشه x16 منهای 1. درست شد؟ x16 منهای 1. حالا جای x درست حساب کردیم، اینجا x2 منهای 1، اینو این x4 منهای 1، اینو این x8 منهای 1 و تش x16 منهای 1. اینجا این سوال فکر کنم این چی میگن؟ این قسمتش ایراد داره، فرجش باید 4 باشه اگر اشتباه نکنم. خب حالا ما با اصل کار کار داریم، الان مزدوجمون رسید به x به توان 16 منهای 1. خب حالا جای x باید چی بذاریم؟ رادیکال 16. حالا دیگه راحتی، رادیکال 16، حالا اینجا گفته فرجه 3، خب ولی غلطه، میدونم که فرجش این نیست. رادیکال 16 به فرجه 3 به توان 16 منهای 1. خب معمولا این، حالا میگم این اشتباه تایپی داره، یادم هم نیست الان اون باید چند باشه، خب واقعا هم تو ذهنم نیست که الان میخوام سریع درستش کنم، ولی حالا مثلا فرض کنیم 16 باشه. خب فرض کنیم 16 باشه، حالا با گزینه هم کاری نداریم. یه چیزی رادیکال 16 به فرجه 4 به توان 16، رادیکال میره کنار دیگه. خب رادیکال کلا میره کنار. الان رادیکال رو میزنیم میشه 16 منهای 1. بذارید اصل اینم نگاه کنم ببینم اینم میتونم کاریش کنم. 16 میشه 2 به توان 4 سوم، نه اینجور در نمیاد، این 3ش به مشکل میخوره. 4 سومش هم نه، اون غلط تایپی داره. آره اینطوری که یه چیزی تهش میدن اونو به توان میرسیم. حالا این شاید تو نگاه اول بگید این سوال سختیه، یه لول میان همینو میبرن بالاتر. نگاه کن اینجا رسما به تو داره لو میده، میگه آقا نگاه کن یه مزدوج بزن منفی میشه، یه مزدوج بزن. یه تیپ سوال اینم لو نمیده قسمت اولشو، میاد چیکار میکنه؟ مثلا اینطوریه، سوال اینطوریه، بذار میگه دو، چون اومدیم این ولی اینا لاغر شده، میگه دو به علاوه یک در مثلا 4 به علاوه یک در 16، بذار تواندار بنویسم، دو به توانه 2 به علاوه 1، 2 به توان 4 به علاوه 1 در 2 به توان 8 به علاوه 1 در 2 به توان 16 به علاوه 1. خب همچین چیزی رو داده، همچین چیزی رو داده. آیا مزدوج میتونیم بریم؟ بچه های پارسالی ما
خب مزدوج نمیتونیم بریم، مزدوج نمیتونیم بریم. چی کم داریم تا مزدوج بشیم؟ چی کم داریم تا مزدوج بشیم؟ قبول دارید اگر یه دو منهای یک داشتیم حل بود؟ آه یه دو منهای یک تو کل عبارت ضرب کن. دو منهای یک چنده؟ دو منهای یک چنده؟ یک. یک تو کل عبارت ضرب کنی اتفاقی میفته؟ نه. قیافش عوض میشه. قیافش عوض میشه. خب حالا میشه دو به توان دو منهای یک، دو به توان چهار منهای یک، دو به توان هشت منهای یک، دو به توان 16 منهای یک. تهش این دوتا با هم دیگه میشن دو به توان 32 منهای یک. خب یک زدیم. الان میاد میگه آقای دریان زرنگی اینجا یک بود، ضرب کردی فقط ظاهر شد مزدوج و هیچ اتفاقی نیفتاد. یک نباشه چی؟ یک نباشه چی؟ 3 به علاوه 1، 3 به توان 2 به علاوه 1، 3 به توان 4 به علاوه 1، 3 به توان 8 به علاوه 1. اینو چی کارش کنم؟ خب قاعدتا باید یه 3 منهای 1 ضرب کنی. مزدوج میشه 3 منهای 1 چنده؟ 3 منهای 1 چنده؟ آهان یک 3 منهای 1 ضرب میکنی خوش قیافه میشه. کلن ریاضی یه علمیه که بهت اجازه یه سری کارا رو میده، منتها بعدش باید پس بدی. یعنی یه چیزی بهت قرض میده بعد تو بهش پس میدی. آقا یه 3 منهای 1 بهت قرض میده، اجازه میده، میگه من چشمامو میبندم انگار که هیچ اتفاق افتاده، یه 3 منهای 1 ضرب کن. یه 3 منهای 1 ضرب میکنیم راحت چیم، جوابو میریم به دست میاریم، جوابو میریم به دست میاریم، میشه 3 به توان 16 منهای 1. اینجا دیگه میاد یقه ما رو میچسبه، میگه ببین اونی که بهت دادم یه بار 3 منهای 1 یه 2 ضرب کردی کل عبارت، الان جواب دو برابر شده، بچه زرنگ بازی بر نیار، بیا پسم بده. میگم باشه دیگه، دیگه چاره ای نیست، یه تقسیم بر دو هم انجام میدی. حله؟ بده به سونه دیگه، میده میگیره، اینجوری هم با کسی هم اصلا چیز نداره، رو در وایسی و اینا، هر کی باشی میگه میدم به سر وقتشم میگیرم. خب یه سری سوالات و فلان و این حرفا براتون اینجا قرار دادم، بذار این کوچیک شه، کوچیک شو، کوچیک شو. این از این یه سری سوال قرار داده شده، حالا این جلوترم جوابش هم هست. خب اینا رو میتونید کاراشو انجام بدید، من میام این کنکوره رو فعلا حل کنم. این سوال کنکور خودمون بود، ریاضی 93 اولین سوال کنکورم بود، شماره یک، سوال شماره یک کنکور خودمون بود و خیلی هم اون موقع سخت جلوه کرده بود. 28 هم بریم حلش کنیم، اونم بهتون میگم بعد چی کارید واسه اون، بعد یه سری چیز دیگه بگم واسه این بعدا. اینجا بریم 28 رو حل بکنیم، تست کنکور 95. دقت کنید کنکور یه چیزی که داره چند سال یه بار شبیه هم زیاد داره، برای همین معمولا به بچه های کنکوری بعد از عید میگیم حتما حتما کنکور 3-4 سال اخیر رو حل کنید، حتی 10 سال اخیر. خب واسه این که تکرار و ایده های تکراری معمولا زیاد داره. خب الان مثلا اینو نگاه کن، سوال داده آلفا و بتا با فرجه 4 سال کنکور 95 اینا، بعد همچین چیزی خواسته آلفا 2 بتا 2 آلفا بتا آلفا 2 بتا 2 منا، بعد کنکور 400 عجیب غریب فلان فلان همونو داده، دوباره اومده یه فرجه 4 داده آدو بدا، فقط یه توان 2 بیشتر خواسته. خب یه توان 2 بیشتر خواسته همون. خب بیاید ببینیم اینا رو باید چی کار بکنیم، اینا رو باید چی کار کنیم. ببینید الان یه رادیکال با فرجه 4 داده، خب یه یادآوری ریز رادیکال بیایم. آقا
رادیکال رو میخوای به توان برسونی؟ رادیکال رو میخوای به توان برسونی. الان مثلا فرجه چهار به توان چهار برسه، این خداحافظی میکنه. خب به توان مثلا دو برسه، فرجه چهار به توان دو برسه، ایشون نصف میشه. کلن به هر توانی برسه، جواب نهایی فرجه تقسیم بر این میشه. یعنی حالا جلوتر تو جزوه داریم، اینو کلن بلد باشید تمومه. همین آقا، اگر یه عددی آ به توان ام به فرجه ان باشه، این درسنامه فصل 3 ریاضیات دهمتونه. حالا من به نهمی هم پارسال گفتم، یعنی میگم به نهمی هم، ولی اینو داشته باش. این چجوری از شر رادیکال خلاص میشه؟ میشه آ به توان ایشون تقسیم بر ایشون، آ به توان ام انوم. خب یعنی مثلا اگر اومد گفت 5 به فرجه 4 به توان 8 چی میشه؟ میگه خب این 8 که توان 5 دیگه، رادیکالا تو هم دارن ضرب میشن، فرجه رو کاری نداریم که. این رادیکال 5 به توان 8 به فرجه 4 میشه دیگه، توان میتونه بیاد سر اون عدد زیر رادیکال. اینم میشه 5 به توان 8 چهارم، میشه 5 به توان 2. اوکی. پس توان و فرجه با هم دیگه ساده میشن. توان و فرجه با هم دیگه ساده میشن. حالا بریم جلوتر، بازم در مورد رادیکالا صحبت میکنم. ببینیم این چی گفته. یه توان چهاری داده، یه توان فرجه چهار، یه فرجه چهار، اینجا هم یه چیزی خواسته. خب رفقا دقت کنید، اینایی که دارید میبینید، آیا تو اون پرانتز اتحاد نوع اول میبینید؟ نه. آهان، آفرین. چه چیزی ذهنتون رو درگیر کرده؟ چه اتفاقی به نظرتون داره میفته تو این دوتا پرانتز؟ فرقشون چیه؟ ببینید فرقشون چیه، شما باید دنبال اتحاد بگردی. آیا اتحاد مربع؟ خیر، اگر دو بودن اینا اوکی. آیا چاق و لاغره؟ آره، شبیه قسمت چاقش هست ولی به دردمون نمیخوره، لاغری نمیبینیم اینجا. آیا نمیدونم مکعب دو جمله‌ایه؟ خیر، شبیه کیه پس این؟ نگاه کن، یه چیزی، نگاه یه چیزی منهای یه چیزی به علاوه یه چیزی. لزومن که نباید اتحاداتون یه جمله باشه. میتونی یه عده‌ای رو بکنی توی یه قوطی، یه عده رو بکن توی یه قوطی، بگو شما یه چیز باش. خب الان میشه مزدوج. خب جواب چی میشه؟ چیز به توان دو، یعنی آلفا دو به علاوه بتا دو به توان دو، چیز به توان دو، منهای اون یکی چیز به توان دو، آلفا دو بتا دو. بنویس دیگه، اذیت نکن. خب بریم ببینیم اینا چند میشه. اینجا که یه اتحاده، اینو باز میکنیم، میشه آلفا چهار بتا چهار به علاوه دو تا آلفا دو بتا دو. یه منهای آلفا دو بتا دو هم که داشتیم. جواب نهایی آلفا 4 بتا 4، این دوتا هم با هم دیگه میشن آلفا 2 بتا 2. خب بچه ها، آلفا به توان 4 برسه قبول دارید اون رادیکال بالایش کلا میره خداحافظ؟ این به توان 4 برسه، این رادیکال خداحافظ. یعنی آلفا 4 میشه 3 رادیکال 2 منهای 4. بتا 4 چی میشه؟ رادیکال بالاییه که فرجه 4 داره، چون داره به توان 4 میرسه خداحافظ، میمونه 3 رادیکال 2 به علاوه 4. حالا آلفا 2 بتا 2 چی میشه؟
آلفا ضرب در بتا رو نگاه کنید، مزدوج زیرشون تو ضرب رادیکال اول زیرشون تو هم ضرب میشه دیگه. این دوتا رو زیراشون رو تو هم دیگه ضرب بکنیم میشه 18 منهای 16 میشه 2، یعنی آلفا ضرب در بتا میشه رادیکال 2 به فرجه 4. آلفا ضرب در بتا میشه رادیکال 2 به فرجه 4، چون این زیراشون مزدوجه، میشه این بتوانه 2 که میشه 9 دو تا 18 تا منهای بتوان 2 16 میشه رادیکال 2 به فرجه 4. این به توان 2 هم برسه میشه چی؟ میشه رادیکال 2 توان 2 برسه. پس تهش یه دونه رادیکال 2 داریم. خب یه سه رادیکال 2، یه سه رادیکال 2 با یه رادیکال 2 میشه 7 رادیکال 2. یه منهای 4 هم با یه به علاوه 4 میره. خداحافظ. جواب میشه گزینه 4 رو. اوکی. الان شاید تو بحث فرجه و فلان و اینا یه ذره گیر کنید، ولی فصل سر که توانهای گویا و رادیکال و این چرت و پرتاس رو اگر خوب درکش کنید خیلی راحت میشه کاراتون. و اینو بهتون بگم، خیلی از معلم ها فصل سر رو زیاد جدی نمیگیرن. خب یعنی حتی معلم های کنکوری هم میان از پایه بگن، میگن خب فصل سر رو که بخونید رادیکال پادیکال دیگه. خب مهمه، خیلی فصل مهمیه، در مثل ضرب یاد گرفتنه. خب اینکه رادیکال ها رو بتونی باهاش چه برخوردی بکنی، نمیدونم توان میرسونی چه اتفاقی میفته، جذب میگیری چه اتفاقی میفته، اینا همش تو فصل 3 و 4. نه فصل 1 که مجموعه هاست، فصل 2 مثلثات، فصل 3 توان های گویا عبارات جبری و این حرفا، فصل 4 تون سهمی و معادله حل کردن معادلات درجه 2 درجه 3 و این چیزا، فصل 5 تون تاب است، فصل 6 و 7، فصل 6 تون شمارش بدون شمردنه، فصل 7 هم احتمال همیشگی، احتمال هست، همیشه هست، تا خود کنکور هر سال احتمال دارید. خب این از این مورد. تست 1400 بزنیم یا بعدم میزنید؟ 29 با هم میزنیم، 30 رو بعدم میزنید دیگه انشالله. میگه فرض کنید اینم این، اینم این، مقدار اینو میخواد. میبینی ایده همون ایده سال 95 دقیقا، ایده همون ایده 95، فقط چیکار کرده؟ یعنی جواب اونو انگار یه توان دو داده بهش، یعنی همون جواب اونو یه توان دو بهش داده. حالا به نظرم 29 خودتون حل کنید بهتر باشه، نظرتونه؟ چون شبیه قبلی است. ما بریم روسی. خب بریم روسی ببینیم چه خبره، چون این دقیقا بالاییه بود. تهش یه آلفا 4 میرسه، الان اینجا رو میکنی چیز منهای 2، چیز منهای فلان، چیز به علاوه فلان، تازه این چیزات هم خودشون مربع نه، یعنی از اونم راحت تره کنکور 400ش. جوابشو میذارم ها، این تیکه رو جواب تشریحشو براتون میذارم، خودتون هم حل کنید منم براتون میذارم. میایم اینجا تجربی 400 دقت داشته باشید. تجربی 400، تجربی 400، ای کسانی که میگید ریاضی دهم تو کنکور نمیاد، تجربی 400 دو تا سواله مستقیم از اتحاد داده بهت. اون یعنی مشاوری اومد بهت گفت ریاضی دهم تو کنکور نمیاد، همین دوتا رو نشون بده بس، خودش میفهمه چی شد. دو تا سوال تو تجربه کنکور 1400 میفهمی یعنی چی؟ هر سوالت 3% داشته، این دو تا سوال میشده 6%، 6.5%. 6.5% میزدی، میانگین رتبه برتر بین 20 تا 30% بوده سال 400 تو درس ریاضی. دو تا سوال از ریاضی دهم، دو تا سوال عیناً اتحاد. پس فصل به فصل ریاضیاتون مهمه، حواستون باشه. اینو که حل میکنم، اینو اصلا ویدیو حل شدهش هم دارم، اونم پیدا کردم براتون میذارم. میگم حالا هم خودتون میذارم فکر کنید، مثل بالاست، عادت نکنید یکی همش براتون حل کنه، یه بندازید. میایم اینجا ببینیم اینجا چه خبره.
ببینیم مثلا این بررسی میشه چی میشه چی نمیشه. میگه فرض کنید x1 و x2 جوابهای معادله فلان باشد، مقدار x1 که بالا کدام است؟ البته فکر کنم تو حل این برم معادله حل کردن داریم. خب حالا بریم جلو، حداقل تشخیص اتحادش رو بگید. قیافه ای سخته ها. الان به نظرتون این کدوم اتحاد ما میتونه باشه؟ مثلا قیافش شبیه کیه؟ یه کوچولویی زب داره مثلا یه گنده ای شده. قیافش نزدیک چاق و لاغره. قیافه نزدیک چاق و لاغره. الان اینجا یه ایکسی داریم منهای یک، اینجا یه ایکسه به علاوه یه. این رو اگر بذارید گویاش بکنم، گویا کردنم داره، هنوز بهتون گویا کردنم نگفتم، لپتاپ من چرا داره خاموش میشه؟ این شارژنش کجاست؟ این سوال گویا کردنم داره. خب یعنی یه سوال ترکیبی هست فصل 3. بذارید جلوتر گویا کردن رو بگم، برگردیم اینو حل کنیم، چون الان باید اینو گویاش کنیم، بعد شبیه چیز میشه، چاق و لاغر میشه این ورش، بعد ایکس و ایکس رو در میاد. بذارید گویا کردنم بگم، بعد برمیگردیم اینو حل میکنیم. خب اینجا تعدادی سوال گذاشتم که پاسخ تشریحی اینا رو بهتون میدم. خب حالا یه چند تاشو حل میکنیم الان، یعنی مشابه هموناست. بریم اولیشو حل بکنیم. آقا گفته فلان منهای فلان. الان اینو که نمیتونیم کارش کنیم، خب اینم نمیتونیم کارش کنیم. هر وقت دیدید یه سری رادیکال ها، یه سری رادیکال ها رو اینطوری گذاشته، بچه ها رادیکال رو اگر زهر بدونیم، خب بگید ببینم پادزهرش چیه، از بین برنده رادیکال چیه. آفرین آفرین آفرین، توان، دمتون گرم. حالا بستگی به فرجش داره به توان چند برسونیم. یه زمانی کنکور میاد فرج 4 میده، پس توان 4 باید بکنیم تا پادزهرش تشکیل شه. الان اینجا توانش 2 باید بشه. خب ما که نمیتونیم همینطوری توان رو 2 کنیم، که دوباره میرسیم به اون جایی که ریاضی سخاوت خودشو میخواد رو کنه. میاد میگه چی؟ میگه هیدریان. میگم بله. میگه بیا اینو بگیر اندازه یه عبارتی آ، خب که این میشه سه به علاوه دو رادیکال دو منهای اون یکی، هم میشه سه منهای دو رادیکال دو. خب میگم نوشتم، حالا چیکار کنم؟ میگه هیدریان عزیز پادزهر رادیکال با فرجه دو توان دوه، بیا طرفین رو به توان دو برسون. میگم چشم، یعنی اینو به توان دو میرسونم، اینم به توان دو میرسونم. خب اولی به توان دو، رادیکال اولش میره، میشه سه به علاوه دو رادیکال دو، به علاوه دومی به توان دو رادیکالش میره، اونم میشه به علاوه سه منهای دو رادیکال دو. منهای دو برابره اولی در دومی، بذارین زیر برات بنویسم، دو برابره اولی کیه؟ سه به علاوه دو رادیکال دو در دومی، سه منهای دو رادیکال دو. زیر این رادیکاله رو زحمتشو میکشید بگید چند میشه؟ سه به علاوه رادیکال دو رادیکال دو در سه منهای دو رادیکال دو میشه چند؟ مزدوجه دیگه، اولی به توان دو، منهای دومی به توان دو، میشه چند؟ دارن جواب میدن؟ یا من دوباره گیر کردم؟ بچه ها قبول دارید مزدوجه؟ خب سه به توان دو میشه چند؟ سه به توان دو میشه چند؟ بگو 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 بگو، میشه نه. احسنت احسنت، ماشالله برکان نه. بیا ببینم این از این، سه به توان دو میشه نه، منهای دو رادیکال دو میشه چند؟ به توان دو برسه. اذیت نکنید خودتونو، بنویسید یه گوشه، چرا از نوشتن میترسید؟ دو رادیکال دو ضرب در دو رادیکال دو، دو دو تا چهار تا رادیکال دو در رادیکال دو، رادیکال چهار که اونم میشه دو،
کلن دو دوتا دو چارتای هشتا. اینطوری دوست نداری؟ ایشونو ببر تو، دو رادیکال دو رو ببر تو، دو رو ببر تو میشه رادیکال هشت به توان دو هشت. خب پس میشه راه منهای هشت، پس زیر رادیکال تهش میشه یک، پس این دو برابر اولی در دومیه تهش داره میشه چی؟ دو، که منهای فلان بود دیگه، یه منهای دو هم داریم. ایشون با ایشون میره میشه سه به علاوه سه منهای دو، شیش منهای دو، جواب میشه چهار. میشه کدوم گزینه؟ آقا تو گزینه ها نیست. بله نباید هم باشه. چرا؟ بهتر بود باشه. من طراح این سوال بودم یه گزینه چهار هم میذاشته. خب چون ما اومدیم جواب رو به توان دو رسوندیم، یعنی توان دو شده چهار. خودش چند بوده؟ خودش چند بوده؟ خودش دو بوده. حالا یه چیزی، یه نکته ویژه بگم بهت، یه نکته ویژه. چه چیزی به توان دو میشه چهار؟ دو منفی دو. آقا اگر اینجا، حالا اینجا شانس آوردیم منفی دو تو گزینه ها نبود، یعنی فقط یه دو بود زدیم، اگر منفی دو بود بعد کدومو میزدیم؟ اگر دو داشتیم منفی دو هم داشتیم. آها میگه آقا کلش مثبته. چرا؟ آفرین، کی بود؟ سینا. خیلی از بچه هم گفتن میگه آقا اولیه بزرگتره. چرا؟ چون سه به علاوه یه چیزیه، این سه منهای یه چیزیه، خب حتما این رادیکال بزرگتره و وقتی منهای این میشه حتما حاصل مثبته، پس باید مثبته رو بزنیم. دقت میکنید؟ ببینید چه چیزهایی وجود داره که باید بعدا دقت کنید. سال 11 هم من جذابترین و شاید یه ذره سختترین ریاضیتون رو ریاضی سال 11 هم میدونم. خب مخصوصا اگر دهم رو خوب نفهمی، چون اصل کار به نظرم تو 11 هم چیده شده. اکثرا تو کنکورهای مختلف هم 11 هم بیشتر، در کمال ناباوری 11 هم بیشتر سوال داره. خب خیلی هم زیاده، تموم بشو نیست اصلا. الان فکر کنم مثلا دوره ماراتونمون امسال بشه 60 ضبطش، خب حدودا 60 ساعت بشه، ریاضی 11 هم هر دو تا رشته فکر کنم هولوش 90 ساعت 80 ساعت بگیره. این از این مورد، این از این مورد. بریم جلوتر، بریم جلوتر. این هم که شبیه هموناست، فقط آلفا 6 بتا 6 دیگه، فرجه ها 6. اینجا هم وقتی شما چیز منهای چیز، چیز به علاوه چیز بزنی، اینجا آلفا 6 بتا 6 بهت میده. پاسخ تشریحی این فایل رو دارم براتون میفرستم. خب میایم اینجا، x به علاوه y داده، x y داده، x 4 y 4 خواسته. چه جوری میتونیم به x 4 y 4 برسیم؟ چه جوری میتونیم بهش برسیم؟ اتحاد، خسته نباشید، داریم سوال اتحاد حل میکنیم. آها چه جوری، با چه اتحادی؟ مکعب سری کارمون رو خست میکنه، سخت میکنه. خب یعنی باید یه توانسه، بعدش باید یه یک پیدا کنیم به شا. دو بار مربع بزن تموم شه بره دیگه، پول نمیگیرن از همون که. خب دو بار مربع میزنیم x 4 y 4 درست میشه. یه بار بیا بریم بزنیم x به علاوه y به توان 2 بشود x 2 به علاوه y 2 به علاوه 2 x y. چی داری جایگذاری کن؟ x به علاوه y رو داری 5 به توان 2 25 مساویه. الان از اینجا x 2 به علاوه y 2 2 x y هم که x y رو داری 6 2 6 تا 12 تا. از اینجا چی به علاوه 12 میشه 25؟ x2 y2 میشه چند؟ 13. این از این. حالا دوباره این دوست عزیزمون رو به توان 2 میرسونیم، توان 4 حاصل میشه. میگیم آقا x2 به علاوه y2 به توان 2 چی میشه؟
اولی به توان دو x چهار، دومی به توان دو y چهار، دو برابر اولی در دومی، دو تا x دو y دو. خب x دو به علاوه y دو رو که داریم 13، 13 به توان دو. سریع بگید بلبلی ها. سینا جامعه پیام بده بعدم بهت میگم چیکار کنی. آفرین 169. 100 و بذار با یه رنگ دیگه، بذار با یه رنگ دیگه. اینجا تکنولوژی هست، من رنگ آمیزی مینویسم ها. کلاس حضوری بود قطعا فقط با یه ماژیک مشکی یا آبی تا ته جزوه رو مینوشتم. x4 y4 رو که میخوایم به علاوه x y رو داریم 6 به توان 2 36، 36 ضرب در 2 72. خب اینجا الان چه اتفاقی میفته؟ 97 دیگه اگر اشتباه نکنم. چه چیزی به علاوه 72 میشه 169؟ 97. یه چیزی که سرعت ما اونم زیاد میکنه، زیاد توجه نکنید و زیاد وقت تلف نکنید، محاسبه کردن یکاناست. خب حالا ایشالله من دارم یه جزئی درست میکنم، محاسبات سریعی. خب محاسبات نه این تکنیک زیاد گفتن ها، نه حساب کتاب سریع. خب رایگانم میخوام بذارمش و اونجا یه سری این چیزا رو بهت میگم که یکان کلن تو محاسبات خیلی پرکار برده. یعنی الان اینجا من سری میزنم 97 دیگه حساب نمیکنم. چرا؟ چون 72 بیاد اینور یکان این 9 منهای یکان 2 اون، حتما جواب یکانش 7ه. پس اصلا دیگه کاری ندارم اونور چه خبره، یکان 7 رو میزنم. حله؟ اینطوری. خب بریم جلو. این یکی بذار ایده شو بهت بگم، این به درد ما نمیخوره، همینطوری چیکارت کنم؟ این میگه اینو داشته باشیم، اینم داشته باشیم، حاصل این چیه؟ خب اولا که وقتی بازی آسبیسه رو برای ما شروع کرده، یا از مکعب باید استفاده کنیم در ادامه یا از چاقلاغر، فعلا نمیدونیم چه خبره. خب ولی اینجا یه چیزی داده، این شکلیش هم به درد نمیخوره. آ و بیا رو بیار کنار هم، الان اینجا چی میشه؟ آ دو بی به علاوه آ بی دو شده سی. بازم به دردم نمیخوره، یه چیزیش به نظر به درد میخوره. ببینم ایده شو دارید اینو چیکار. آهان برنگشته گفتن نه بابا شما خفنید، اول کلاس روشن نشده بودید، شما رو باید از نیم ساعت دوم شروع کنیم بهتون درس بدیم. آفرین آفرین آفرین. خب آقا از این یه فاکتور بگیری میشه آبی در آی و علاوه بی. ببین ضرب در جمع کدوم اتحاد دیده بودیم؟ کدوم اتحاد دیده بودیم؟ اون وسطاش یه ضربی در یه جمعی ایجاد میشد. آفرین مکعب، مکعبه که دستکاریش کردم، مکعبه که دستکاریش کردم. اینطوری بود آی به علاوه بی به توان سه آ سه، سه آبی در آی به علاوه بی به علاوه بی سه. همچین چیزی بود، همچین چیزی بود. خب الان دقت کنید آ سه بی سه رو که داریم 35، اینم داریم، ببین 35 رو که داریم اینم داریم، یعنی این کوچولوشو داریم، 30 ضرب در 3 میشه 90، میشه 125. چه چیزی به توان 3 میشه 125؟ چه چیزی به توان 3 میشه 125؟ 5. پس ما فهمیدیم الان آ به علاوه بی 5. قبول دارید این همون آ به علاوه بی به توان 2 رو میخواد؟ تمومه، میشه 25. خب اینو فقط ایدهشو میگم عبور میکنم. رادیکال ایکس داده، ایکس رادیکال ایکس خواسته، چه اتفاقی افتاده؟ کی تمام میشه؟
بذار ببینم چند تا سوال الان مونده، بذار اتحاد رو تموم کنم. البته چند تا از اینا رو که نمیخوام حل کنم. خب این قسمت یه تعدادی از اینا رو میریم جلو تمومش میکنم. بلش آره تا سر نامعادله، ولی یه تعدادی از اینا رو که حل نمیکنم قطعا. بیاید اینجا چون همش تکراری، الان همین الان ایده هاشو میگم و میرم. اینو نگاه کن، رادیکال ایکس داده، این ور چی خواسته؟ ایکس رادیکال ایکس. آقا دیگه اینو نگفتید. ما قرار نیست همه چی رو بگیم. حالا درسته من سبک آموزشیم اینطوری مختلف و ایده های مختلف رو ببینید که دستتون بازتر باشه، ولی کلا یه دانش آموز باید بدونه اگر یه همچین چیزی میده، یه همچین چیزی میخواد، بازی اتحاده. خب شک نداریم، بازی اتحاده. حالا چجوری اینو بگیرم؟ اینو که نمیتونم دستکاری کنم. خب اینو بیا دستکاری کن، این ایکسا رو بی زحمت ببر تو. داداش اذیتمون نکن، این ایکس رو ببر تو. آقا اگر ایکس رو بخوام ببرم تو، قبول دارید توان فرجه رو میگیره میره تو، یعنی ایکس دو میره تو، یعنی اینجا میشه ایکس سه. قبول دارید؟ آهان تموم شد دیگه، تموم شد، تموم شد. یعنی این قیافش اینه، ظاهرش اینه. به ظاهر توجه نکنید، باطن خوبی داره. این انگار رادیکال ایکسه، منهای یک به روی رادیکال ایکس است. یه چیزی رو داده، توان سهش رو خواسته. حله؟ این ایدهش دیگه، برو با مکعبش بازی کن. خب اینا که دیگه مسخره بازی نسبته. اینجا ببین، اینور توان دو اینو ایجاد کرده، دوباره باید با یه توان دو کارو ببری جلو. یعنی اینور این توان دو اینه، یه توان دو میرسون اینا رو به هم ربط میدی. این یکی، این دیگه چیه؟ واو این ورش که مشخصه چیه، این چیه؟ اینا رو بعضی وقتا میان ایده جذابی نداره که. خب برش میگردونی، آقا این ورش که مشخصه. همیشه اون قسمتی که داره مسخره بازی در میاره رو باید تغییرش بدی. کسی که داره خلاف جهت میاره باید اینجا، اونطوری نیست که خلاف جهت رفتن گندگی حساب بشه. نه از این کارو نداریم اینجا. اینجا یه نفر داره خلاف میره، باید برش گردونی تو جهت بقیه بره. آقا همه عالم میگن اینطوریه، اینم باید به صورت یه ایکسی علاوه یک ایکس اومی یا همچین چیزی باشه دیگه. نیست. چیکار میکنی؟ برش گردون. کل داستانو برگردون. طرفین تساوی میتونی معکوس کنی. میشه x 4 به علاوه 1 به روی x 2 مساوی 7. آقا چیکار کنیم؟ بریم معادله حل کنیم. طرف این وسطه، یا علی نه بابا این کارا چیه؟ تفکیکش کن، میشه x 4 به x 2 به علاوه 1 به روی x 2. این چی میشه؟ همونی که ما میخوایم میشه. x 4 به x 2 چی میشه؟ x 2 به علاوه 1 به روی x 2 شد 7. شد سوالات بالا، همونی که باید از توان دو اول میرسیدی به توان یک، بعد میرسیدی به توان سه. اوکی پس همیشه اینا دو تا بهتون گزاره میده، اگر فلان آنگاه فلان. خب معلم ما همه رو انگلیسی میرسیم، گفت if فلان then فلان. اینو چیکار کنیم؟ مثلا این از این کار خوراکش یه ایف نوشتم بود، یه اف خوشگل می نوشت. آره بعد آقا اگر فلان آنگاه فلان، یکی از اینا معمولا خارج از چارچوب داره بازی میکنه. خب اون یکی ایده رو میده، این یکی خارج از چارچوبه، باید اونو تغییرش بدیم. حالا اینجا اونی که داده رو تغییر میدیم، بالا اونی که خواسته رو تغییر میدیم. اوکی بریم جلو. اینجا هم بازی همونه، اینجا جفتش رو تغییر داده. خب اینجا برمیگردونی x به علاوه 1 x 2 میده، اینجا هم برمیگردونی x 2 به علاوه 1 x 2 میخواد، که دیگه خیلی راحت به نظر باید بزنید دیگه. فقط اینو حواستون باشه ها، اینا اینجا یه چیزی حواستون باشه.
اینجا که اوکی، ما x2 علاوه 1x2 رو در آوردیم، اینم میریم در میاریم. اینجا تو وقتی اینو معکوس میکنی x2 علاوه 1x2 رو به دست میاری، میشه چند؟ وقتی اینو معکوس کنی x علاوه 1x2 میشه 3. خب x علاوه 1x2 میشه 3، x2 علاوه 1x2 میشه چند؟ داشتیم دیگه میگفتیم 3 به توان دو منهای 2، 7. خوشم نمیاد از طراحای اینا دیگه، من حال نمیکنم. الان باید یه گزینه 7 بذاره. خب طراحش همچین اسم میکنم یه آدم دلرحمیه، دوست نداره کسی به بحران بخوره، ته تهش دوست داره دانش آموز رد کنه. خب طراح باید یه جوری گزینه بذاره دانش آموز تا غلط نزده رد نشه. الان 7 تا میزاش اکثرا میزدن، بعد طرف 7 تا نمیزنه، میگه ای یعنی کجا ایراد دارم؟ خب برمیگرده میفهمه که اینو معکوس نکرده، یعنی اینو معکوس کرده جواب در آورده شده 7، ما معکوس اینو میخوایم، میشه 1/7. اوکی خب این یکی به توان دو میرسونی، آدو در میاد، آدو علاوه یک آدو رو در میاری. حالا یه کار دیگه هم میتونی بکنی، استراتژی یک. این یکی دوتا رو بکنم تمام کنیم رفتیم، یکی دوتا سه تا، سه تا آره. حالا شاید این دارم بذارم محت خودتون، بیاید اینجا. من فکر کنم تا الان استراتژی دو رو بهتون گفتم. استراتژی یک چی میگه؟ میگه هر وقت سوال اومده گفته به ازای یا هر چیزی برید جواب اینو به دست بیارید، یه چیز تو بگو. مگه سوال نگفته به ازای هر چیزی جواب اینو به دست بیارید؟ یه چیز هم من میگم دیگه. خب دستت بازه، طرح دستتو باز گذاشته. آقا اگر فلان باشه آنگاه فلان چقدره؟ آقا من دوست دارم، عشقم میکشه، عشقم میکشه ایکس رو مثلا بذار ببینم صفر بدم، ایکس رو صفر بدم. میگم ایکس اگر صفر باشد آ چقدر میشود؟ یک. آ اگر یک بشود جواب این چند میشود؟ دو. خب کدوم گزینه میشه دو؟ اینجا ایکس رو صفر بدی میشه منفی یک، اینجا ایکس رو صفر بدی میشه یک، اینجا میشه منفی دو، اینجا میشه دو. اوکی پس هر وقت سوال دستتو باز گذاشته بود، یعنی نیومده هزار تا واسه تو شرط و شروط بذاره، یه شرط، شرط هم نذاشته، یه عبارت داده. خب معمولا میاد یه دفعه میاد یه شرطی میده، x بزرگتر از فلان باشد. خب باشه، xی که مثال میزنی بزرگتر از فلان مثال بزن. خب حالا نمیدونم قبلا گفتم یا نه، چه xی باید مثال بزنی؟ xی که گزینه ها تو یکی نکنه. چرا؟ چون دوباره کاری میشه. الان مثلا این 4x2 به علاوه 2ه. خب الان اگر این 2x2 به علاوه 2 بود، اگر این 2x2 به علاوه 2 بود به ازای x صفر، ما دو تا گزینه دو داشتیم. خب میگفتیم خب اینا که دیگه پرتنه کلن، الان میمونه بین دو تا گزینه، بازم باید یه x دیگه بدیم این دو تا گزینه حذف بشن. خب پس اگر عدد دادی، گوش بده، اگر عدد دادی به دو تا جواب رسیدی کپ نکن وای دیگه تموم شد نمیتونیم و فلان. خب آقا یه دونه دیگه عدد میدی بین اون دو تا جایی میفته حله، ولی در کل بهتره در همون اول کار یه عددی بدی که گزینه‌ها دیگه یکی نشه. من سریع چک کردم دیدم صفر بدم اتفاقی نمیفته. پس آقا من صفرمو دادم، صفر گذاشتم جای ایکسم، آم شد یک. حالا گفته آ دو به علاوه یک آ دو چنده؟ یک به علاوه یک یکم شد دو. به ازای ایکس صفر رسیدیم به دو، کدوم گزینه ایکس رو صفر دادیم؟ دو شد گزینه چهار. خب این از این مورد دیگه، این اتحاد بازیه. بعدش این یکی ها هم اینطور. حالا جواب این هم هست دیگه، دیگه خسته هم شدید، جلسه بعد اولش اینا رو حل میکنیم. قسمت بعدی که میخوام بهتون بگم
نامعادله است. جلسه بعد، الان نمیخوام بگم، سکته رو نزنید. جلسه بعد میخوام نامعادله، منتها نمیخوام نامعادله آموزش بدم فعلا. میخوام یه روش تستی بگم، نامعادله کنکور پودر کنیم، اینطوری بنازی بره. خب حتما جلسه بعد حضور داشته باشید. و بله سینا جان، بله، خسته هم نباشید، شبتون بخیر، دمتون گرم که وقت میذارید برای خودتون این تیپی، دمتون گرم، مرسی، شبتون بخیر.